کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا امروز شنبه چند قطعنامه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و حماس را برای ارجاع به مجلس سنا برای تصویب نهایی به رأی می‌گذارد. با همکارم شهلا آرسته که برای پوشش این جلسه از محل کنگره با ما همراه هستند گفتگو می‌کنیم. خانم آرسته، آیا این جلسه شروع شده؟ چه اطلاعاتی از جزئیات این قطعنامه‌ها دارید؟ هنوز این جلسه شروع نشده. در یک حدود نیم ساعت دیگه در کمیته ابعاد خارجی اینجا پشت سر من قرار تشکیل بشه. دستور کار امروز کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در چارچوبش یکی طرح قانون 5961 هست که برای مسدود کردن برخی از سرمایه‌هایی است که در معامله گروگانگیری و تبادل زندانیان آمریکایی ایرانی و ایرانی‌ها میان ایالات متحده و حکومت ایران در اینها این سرمایه ها دخیل بوده، برای مسدود کردن این سرمایه هاست این قطعنامه. و دیگه قطعنامه 6119 هستش که از وزیر امور خارجه میخواد که در صورت تعلیق یا لغو مجوز امنیتی برخی از اعضای ارشد وزارت خارجه و اهداف دیگر باید کنگره را مطلع بکنه. و قطعنامه 793 که از حماس میخواد که گروگان‌های روبوده شده در حمله اکتبر به اسرائیل رو بلافاصله آزاد بکنه. و قطعنامه 4681 هستش که برای پیشبینی اعمال تحریم‌ها در رابطه با قاچاق مواد مخدر در دست گروه‌های تروریستی و نیابتی‌های تهران در منبع سرشاری هست در خاورمیانه، برای که بتونن این اونها رو اعمال تعمیر بکنن و جلوی منابع درآمد رو بگیرن. و این اقدامات و تلاش کنگره همزمان هست با سفرها و تلاش‌های دولت در خاورمیانه برای جلوگیری از گسترش جنگ و همینطور آزادسازی گروگان‌ها. ممنونم خانم شهلا آرسته از محل کنگره آمریکا با ما.